شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری و برنامه گفتگوهای سیاسی هفته با ابراهیم آوخ هستیم و درباره کمون و 150مین سالگرد کمون گفتگو میکنیم. سلام بر تو ابراهیم عزیز. سلام بر شما علی جان و سلام بر بینندگان گرامی تلویزیون برابری. 150مین سالگرد کمون در پاریس با حضور هزاران نفر از مردمان پاریس برگزار شد. شکوهمندی این تظاهرات خصوصا در دوره‌ای که کرونا رو پشت سر گذاشت نشان دهنده اقبال گسترده مردمانی است که به عدالت و آزادی و ایده‌های بزرگ کارگران و زحمتکشان در واقع شرکت کننده در کمون در واقع آری گفتن. شما در این تظاهرات شرکت داشتید و گزارشاتی از این تظاهرات دادید. شما چطور دیدین کمون رو در
حضور داشته 150مین سالش. بله علی جان، 150 سال از انقلاب کمون پاریس گذشته، ولی هنوز که هنوز کمون جاذبه و کشش بسیاری داره، هنوز توجه بسیاری به سمت کمون هست، درسهایی داره که باید واقعا از اون آموخت. پس از 150 سال هنوز چشم امید کارگران جهان به دولت نوع کمونه. یعنی این ویژگی رو باید توجه داشته باشیم در رابطه با کمون که گرچه گذشته، ولی این ویژگیش رو خیلی روش باید دقت بکنیم. بیدلیل نیست که پس از 150 سال همطور که اشاره کردی چه انتظارات عظیمی که خدمت رو عرض میکنم در گرامی داشته به اصطلاح کمون پاریس برگزار میشه، و بیدلیل نیست که هنوز که هنوزه در خیابانهای پاریس فریاد زده میشه زنده باد کمون. یکی از دلایل مهمش اینه که کمون حق عزل داره، حق عزل داشت، یعنی مردم در دوران کمون حق عزل داشتن، یعنی وقتی نماینده انتخاب میکردن میتونستن اگر نماینده متناسب با رأیشون میلشون نبود نماینده را به قول ما عزلش بکنن، دوباره نماینده دیگر انتخاب بکنن. در این دورانی که بحران نمایندگی در سراسر جهان وجود داره، به وجود در همین کشورهای به اصطلاح تقریبا دموکراتیک، این مسئله خودش رو در همین تظاهرات نشون میده. همینطور که اشاره کردی در روز 29 ماه می، روز شنبه، به دعوت سندیکاهای کارگری فرانسه، احزاب و سازمانهای دموکرات، چپ، کمونیست و آنارشیست و همچنین نهادهای دوستداران کمون تظاهرات بسیار گسترده‌ای در پاریس برگزار شد. این تظاهرات در ساعت در واقع از ساعت 10 صبح مردم به تدریج اومدن میدان رپوبلیک، تظاهرات میدان جمهوری است، و از ساعت 11 تظاهرات آغاز شد، حرکات آغاز شد. استندهای مختلفی بود، غرفه های گوناگونی بود، غرفه های سندیکه های کارگری بود، غرفه های احزاب سیاسی بود، غرفه های زنان به اصطلاح طرفدار کمون بود، غرفه های بود از بریگاد های مختلفی که از آلمان اومده بودن، که امسال این خیلی ویژگی خاصی داشت، یعنی عده از دوستداران کمون از آلمان هم به اصطلاح جریان به اصطلاح زنان علیه خشونت، هم جریان کارگری اومده بودن شرکت کرده بودن، از بلژیک، از ایتالیا، از اسپانیا با پرچم های خودشون، با غرفه هایی که داشتن و با سرود های انترناسیل که بودن به زبان های گوناگون. تو میدان رپوبلیک شما میچرخیدی به زبان های گوناگون سرود انترناسیل رو چه میشنیدی و خیلی به اصطلاح جلوه میداد. یا مثلا زنان زیر پرچم به اصطلاح زنان کومونارد پاریس با لباس های مخصوص اون دوران، مخصوص همون لباس هایی که لویز میشل و اندره لوو و بنوا ملان و اینا می پوشیدن، با همون لباس ها نمایش می دادن و اونجا حضور داشتن و بعد هم تو راهپیمایی همه اینا شرکت می کردن. تا ساعت 2 بعد از ظهر نمایشات به اصطلاح تو میدان رپوبلیک بود. از ساعت 2 حرکت به سمت دیوار کمون آغاز شد و موقعی که حرکت تازه شروع شد تو میدان رپوبلیک، میدان بسیار بزرگیه، جمعیت خیلی میتونه توش جا بگیره، شاید در لحظات اول به چشم نمیاد، ولی وقتی که جمعیت حرکت کرد به سمت دیوار کمون تازه معلوم شد که چه جمعیت عظیمیه که تا کنون در رابطه با کمون پاریس چنین جمعیتی نبود. و ابتکاری که امسال، چون هر ساله کمون پاریس اینطوری بود که درست روز آخر پس از پایان هفتهی به اصطلاح خونین کشتار وسیع کمونارده شروع انجام شد، در روز 28 که 28 مهمه که شکست میخوره کمون دیگه، کمونارده هم کشتش میکشن اینا، همیشه تظاهرات در پای دیوار کمون، پای دیوار یادبود کمون برگزار میشد. و 140مین سالگرد کمون، این حرکت از میدان گامپتا، نزدیکترین نقطه به دروازه گورستان پلاشه
شروع شد تا اومد اونجا. اما امسال ابتکار بسیار خوبی انجام داد، به اصطلاح ابتکار خوبی بر چیز کردن. اینا اومدن در میدان رپوبلیک مراسم گذاشتن، در این مراسم هم تو چه عرض کردم سرود میخوندن، شعار میدن، اعلامیه پخش میشد، سخنرانی میشد و موزیک هم از هر گوشه میدان بلند بود و شعارهای زنده باد کمون و کمون هرگز نخواهد مرد. بعد این راهپیمای عظیم جلوه ویژه‌ای به این حرکت داد. تقریبا حدود بیش از 4 کیلومتر حداقل راهپیمایی تمام تا رسیدن به پای دیوار کمون. در پای دیوار کمون طبق معمول هر ساله پرچم‌های سرخ برافراشته بود و دسته های گل به پای دیوار کمون نثار می شد و سخنرانی و سرود و موزیک در اونجا بود. یعنی در واقع امسال یکی از زیباترین حرکت به اصطلاح بزرگداشت کمون بود در اونجا. یک جالب اینجا بود که باز یک چیز استثنایی هم امسال وجود داشت. چیز استثنایش این بود که حدود 300 نفر آخر کار، آخری که تظاهرات تقریبا تمام شده بود، حدود 300 نفر از کاتولیک ها با صلیبی که به گردن انداخته بودن حرکت کردن، اومدن به سمت پرلاشز که ظاهرا مقصد برن سر قبر آدولف تیغ که خودش قصاب کمون بود، فرماندهی که کمونواردار رو کشت، اونم در همون قبرستان دفن است. اینا مقصد برن سر قبر اون و علیه کمون تظاهرات کردن. اینا برای اولین بار بود و جالب بود، عجیب بود که پلیس هم به اینا اجازه داد تو همون مسیر، همون قسمت، همون منطقه، و معمولا این کار غیر عادی هست. اما خب به هر حال علت اصلیش هم خیلی روشنه چرا اینا اومدن این کار کردن، چون کمون یکی از اقدامات مهم و اساسی کمون این بود، از فرمانهایی که صادر کرد، که دست کلیسا را از آموزش و پرورش کوتاه کرد، آموزش لایک در واقع مدارس برقرار کرد و لایسیته را در واقع عمق بخشید و پایه گذاری کرد به طور کلی در اینجا. خب اینا در مقابل این حرکت در واقع سمبولیک خیلی جالب بوده. فقط برای من این چیز از بعد از 150 سال چرا همچنان به قول ما انقلاب باشکوه در واقع الهام بخش بسیاری از این جنبش ها و انقلاب های بعدیه؟ چرا بعد از باز این همه سال این الگوی به قول شما انتخاب مستقیم مردمی، به قول شما حق انتخاب و اصل، حق زنان برای رأی دادن، مهمتر از همه جدایی کلیسا از دولت، آموزش پرورش و قوه قضایی، دست مذهب رو کوتاه کردن از این دستگاه، خصوصا ما با در کشور ما که یک دولت مذهبی، حکومت مذهبی دیوانسالاری حاکمه که همه در واقع چیز زندگی مردمان رو در واقع در دست داره، این الگو خیلی برای ما الگوی زندگیه. یعنی موقعی که شما هم در واقع یه چیز قرون وسطایی رو در فرانسه میبینین که مذهب صاحب همه چیزه، با یک دستگاه ارگاشی بسیار قدرتمند و بیحقوقی اکثریت عظیم، گرسنگی وحشتناک، فاصله طبقاتی وحشتناک و یک انقلابی توی اون دوره چه شکل میگیره. در واقع علارغم اون توطئه های پی در پی در واقع جمهوری دولت جمهوری سوم، این انقلاب شکل میگیره و یه شکل دیگری از فرانسه رو ارائه میکنه، شکلی که در واقع لایسه، آزادی به عنوان شعارهای اصلی و برابری شعارهای اصلی این جنبش در میاد. چرا اهمیت داره این قضیه بعد از 150 سال؟ یه اشاره کوچیکی میکنم به شکل گیری خود انقلاب کمون، بعد میریم رو برنامه‌هاش
اون موقع میفهمیم که چرا اهمیت داره، چرا دولت به اصطلاح نوع کمون، دولت کارگری، اولین دولت کارگری جهان اینقدر اهمیت داره که روش تکیه میشه و به قول شما بعد از 150 سال هنوز امیدها و آرزوهای این چینینی وجود داره. همونطور که میدونی با شکست ارتش فرانسه پس از اینکه ناپلئون سوم در جنگ آلمان و فرانسه در اول سپتامبر 1870 به اصطلاح دوران امپراتوری دوم و پس از دستگیری و شکست اون به سر میرسه امپراتوری دوم فرانسه، دوران جمهوری سوم آغاز میشه. در ماه ژانویه و فوریه آلمان و فرانسه آتش بس میگن در واقع و مجلس ملی انتخاب میشه، مجلس ملی که در واقع مجموع دولت های در بگیم بورژوازی فرانسه و بورژوازی آلمان با توافق هم به نوعی مجلس ملی تشکیل میشه به اصطلاح ملی و در اونجا آدورتیه به عنوان نخست وزیر حکومت در دست میگیره که به اصطلاح جمهوری سوم میخواد چیکار بکنه، برقرار بکنه. در اون وضعیت وقتی که در پاریس ناآرامی وجود داشت اینا میرن کجا؟ میرن ورسای، مقر به اصطلاح حکومت میره ورسای. روز 18 مارس 1871 چند هزار نفر از نیروهای ارتش فرانسه به قصد سرکوب و خلع سلاح کردن کارگرانی که در دوران جنگ برای دفاع دوره که به اصطلاح پاریس محاصره بود توسط ارتش پروس، خب گارد ملی اینا برای دفاع از پاریس، دفاع از خونه و کاشانشون گارد ملی تشکیل داده بودن، ارتش به اصطلاح ملی ارتش تیغ میاد میخواد از ورسای که اینا رو چیکار بکنه؟ خلع سلاح بکنه. اینا وقتی خطر خلع سلاح میفهمن که خلع سلاح یعنی بازگشت همون وضعیت گرسنگی و همون بدبختی و همون به اصطلاح چیزا، بلافاصله اون توپهایی که در اختیار داشتن، توپهایی که خودشون ایجاد کرده بودن دفاع میکردن از خودشون، اینا رو بردن به یک به اصطلاح تپه مونمارت پاریس که بالاترین نقطه به لحاظ به اصطلاح چیز هست. به هر حال ارتش مینا یورش میبره، درگیری آغاز میشه، دو طرف درگیر میشن، ولی وقتی که سربازان رودروی کارگران و زحمتکشان از هم طبقه های خودشون روبرو میشن، تفنگشون رو برمیگردونن از روی سینه کارگران و زحمتکشان به روی سینه دشمنان واقعی خودشون که همون سردمداران ورسای باشه چیز میکنن. به هر حال وقتی که این کار شد چه انقلاب میشه گفت که آغاز میشه و انقلاب شکل میگیره و ارتش شکست میخوره. دو نفر از فرماندهان گارد ملی ببخشید فرماندهان ارتش تیغ تیربارون میشن تو این جریان و به هر صورت قدرت در دست، یعنی پاریس کلا میفته در دست کارگران، زحمتکشان و طبقات متوسط پاریسی که مجموعه گرایشات که شما در نظر گرایشات چپ، گرایشات کارگری، گرایشات دموکرات، گرایشات چیز، همه اینا حول گارد ملی جمع میشن. ابتدا قدرت در اختیار کمیته مرکزی گارد ملی هست که بلافاصله با انتخاباتی که میکنن، انتخابات شوراها، قدرت میاد در دست خود شوراهای گارد ملی. یعنی به این طریق به هر حال کمون پاریس برقرار میشه. اما مجدداً حالا کار نداریم که پس از اینکه بورژوها برن ورسای به دلیل مسائلی که به اصطلاح بود و عدم توازن قوا، حالا بحث زیادی هست که چرا شکست خورد، یه موقعی شاید لازم باشه بیشتر روش صحبت بکنیم. روی زمینه از همون دوران تا به امروز صحبت بسیاری هست در این رابطه، ولی به هر صورت ارتش پروس 100 هزار نفر از زندانیان خودش رو آزاد میکنه، اینو مسلح میکنه به کمک به اصطلاح ارتش تیغ، میفرسه به کمک ورسای و اونا همه حمله میکنن به سمت پاریس. کومونارد شکست میخورن. از 18 مارس تا 28 مارس اینا قدرت در دستشن. از 21 مارس تا 28 مارس هفته خونین بهش میذارن که بیش از 20 هزار نفر به یه روایت، 40 هزار نفر به یه روایت دیگه تیربارون شدن، کشته شدن. هزاران نفر
در واقع به تبعید فرستاده شدن، به زندان ها فرستاده شدن و روز 28 مارس کمون شکست میخوره. شعار اصلی کمون چی بود؟ همین چیزی که اشاره کردیم که چرا آخه میمونه این چیزا، چیزی هست که موندگاره. شعار اصلی کمون آزادی، برابری و برادری بود، همون شعار انقلاب کبیر فرانسه که اینا داشتن عمق بهش میدادن. کمون شکست خورد، اما به مثابه اولین تجربه دولت کارگری جهان نشون داد که کارگرا میتونن دولت خودشون داشته باشن. یعنی نشون داد که دنیای دیگری برای کارگران زحمتکشان ممکنه. تو مدت 72 روزی که اشاره کردی، تو این 72 روز کمونارها اقداماتی کردن که بورژوازی به سالهای گذشته و سالهای بعدش هم نتونست به راحتی انجام بده. تصمیماتی که گرفتن کمونارها که سالها بعد بورژوازی مجبور شد اونو تن بده. از جمله همین مسئله که اشاره کردی که کلیسا بالا میشه میاد چیه؟ این روز بعد از 150 سال میخواست کینه شد چیز کنه. چرا؟ چون دست کلیسا رو از آموزش پرورش کوتاه کرده بود، جدایی دین از دولت رو عمق بخشیده بود. یعنی اینا مسائلی هست که چیز کوچیکی نیست که بخواد به همین سادگی از بین بره. اگر به برنامه کمون پاریس ما نگاه بکنیم، به نظرم حالا اگه فرصت هست اگه من برنامه کمون پاریس رو بگم اصلا کلا چی بوده اینا. اولش بگیم که چرا این افتاد؟ به قول معروف ما محدودیت های در واقع این کمون چه بود؟ یه حکومت 73 روزه در واقع شکل گرفت که به قول شما تفکیک قوا رو سازمان داد، دست کلیسا رو از آموزش پرورش در واقع قطع کرد، به مسئله خلعیت از قدرت دولتی، قدرت حاکم رو عینیت بخشید، مهمتر از همه شوراها و انتخاب شوراهای مردمی رو به مساوی یک الگوی حکومتی در مقابل گذارد و بیشتر از هر چیزی یک رنگارنگی و تنوع سیاسی و همزیستی این تنوعات سیاسی رو از آنارشیست‌ها و کمونیست‌ها تا جریانات ترقی‌خواه و در واقع لیبرال رو در کنار هم قرار داد و که بتونن یک حیات تازه‌ای رو به کمون ببخشن. مهمتر از اون هم میشه گفت که مسئله نان، تقسیم نان و در واقع زندگی رو برای همه یه امر معمول و قرار داد. اینا چیزای بسیار زیبایی که بود و در واقع از کمون به جا موند و اون وفاداری و ایستادگی که بعداً کمونارت‌های جهان در اشکال مختلف سازمان دادن. به قول شما ده‌ها هزار نفر در پاریس کشته شدند و آخرین ها در سنگر پرلاشز در کنار اون دیوار اونها رو به رگبار بستن و ایستاده هیچ کدامشون در مقابل اون ارتش پروسی و در واقع لاتولوت‌هایی که سازمان داده بودن کوتاه نیومدن و این نشون میده که چه جنبشی بود. ما رو به یاد خرداد و دهه 60 میندازه که اون انقلابیونی که انقلاب 57 رو تا حد زیادی سامان دادن و با ایده های بزرگ چگونه توسط در واقع دستگاه روحانیت و حکومت اسلامی به تیرباران شدند و خاورانی مثل پلاشز برای ما بر جای گذاشتن. این چرا اینقدر اهمیت داره، خصوصا برای مثلا سازمان ما، سازمان راهکارگر که مسئله دولت کمون رو میده؟ این چه برنامه‌ای هست که ما رو جذب میکنه به عنوان یک الگو برای جامعه‌ای که ما داریم بعد از 150 سال و این همه تغییرات بزرگی که در واقع در عرصه نیروی کار، تولید، در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی توی جهان اتفاق افتاده؟ یکی از نکات خیلی خیلی مهم کمونی بود که دولت حزبی نبود. حزب اونجا حکومت نمیکرد. دولت کارگری بود. یعنی تمامی گرایشات تو طبقه کارگر یه گرایش نداره. گرایشات گوناگون در اون طبقه کارگر هست. همینجا در هر کشوری الان نگاه بکنی این مسئله هست. دولت کمون دولت کارگری بود. از تمامی گرایشات کارگری در درون به اصطلاح دولت کمون نگاه کنید، مجموعاً 83 نفر گروه رهبری کمون عضو داشت.
از این عده 33 تاشون کارگر بودن، 12 تاشون روزنامه نگار بودن. این دولت کم بود. این به اصطلاح نماینده شوراها بودن. انتخابات شوراها بود. از طریق احزاب نمیدن. از پایین حرکت بود. انقلاب کون انقلابی بود از پایین. از بالا سازمان داده نشده بود. انقلابی بود که پیش درآمدش همون دفاع عمومی مردم، خود مردم خودجوش بود. و انقلاب از پایین بود. به همطور عرض کردم نیمدن احزاب سازمان ها و فلان اینا سازمان بدن به اون صورت بعدم خودشون قدرت رو در دست بگیرن. شوراها قدرت در دست بگیرن. این نکته بسیار بسیار مهمیه. اون چیزی که میگن دولت نوع کمون که روش تاکید میشه، یکی از چیزاش همین هست. گرایشات شما نگاه کنید، آنارشیستا فعالترین به اصطلاح گروه های بودن در کمون پاریس. کمونیست ها حضور داشتن. گرایشات گوناگون سوسیالیست های تخیلی و غیر تخیلی که همه به واقعیت رسیده بودن حضور داشتن. زنان برای اولین بار در طول تاریخ فرانسه اون شکلی خودشون، کسانی مثل همینطور که عرض کردم لوی میشل، آندره لئو، بنوا ملون، اینا حضور داشتن. از طرف جنبش زنان، جنبش زنان معنی پیدا کرده بود تو کمون پاریس. از هر جاش که نگاه بکنید اون تو کمون پاریس، یکی از موارد بسیار بسیار اساسی و مهمش همون که عرض کردم حق انتخاب بود، حق عزل هم بود. این خیلی مهمه. هنوز که هنوز این مسئله مهمه، هنوز اجرا نشده این قضیه. فقط در کمون پاریس اجرا شد این مسئله حق عزل. اینو باید واقعا اون سرلوحه همیشه اینو قبول داشته باشه. ارتش خلقی درست کردن در اونجا. برای اولین بار اومدن گیوتین آتش زدن. در واقع عملا حکم اعدام رو لغو کردن. مسئله به اصطلاح خلعیت از کلیسا که خوشبختانه سازمان ما این خلعیت از روحانیت جزء به اصطلاح چیزی برنامه‌اش هست، خلعیت دستگاه روحانیت، اینم دستگاه کلیسا. این اولین این چیز مهمی بود، شوخی نبود. چون کلیسا همین الان هم نگاه کنید چه اموال و چه چیزی داره در سر. اون 150 سال قبل که اصلا حاکم بود در همه جا، در اون موقع میاد. خب از ضعفایی داشت که شکست خورد 100%. حالا ما وارد اون قضیه اگه بخوایم بشیم باید بریم روی مسئله که چرا شکست خورد، توازن قوا چی بود، آیا میبایست به اصطلاح کمیته مرکزی تا مدتی قدرت رو در اداره میکرد که بتونه یک پارچه حرکت بکنه، یا شوراها فلان. این سر مسئله انتخابات بحث دیگه ها. اینها مسائلیه که به نظرم باید بعداً بهش پرداخت. ولی اون چیزی که اساسی و مهم بود همون مسببات و فرمانهای کمون بود که در فاصله بسیار کوتاهی، حدود شاید مثلا حالا خیلی زیاد فرمانهای صادر کرد، مثلا مسئله دادگستری. دادگستری رو از به اصطلاح کلیسا جدا کرد، این خیلی خوب مهم بود. گذشته از آموزش پرورش اینا چیزی مهمی بود. مسئله به اصطلاح حقوق مسئولین با کارگری ساده، ساعت کم کردن ساعت کار، همه اینا مسائلی بود که به نظرم میشه هر زمانی روش صحبت بکنی. و هنوز مسئله روزه. مسئله اینه که همه اینا شما چه یه نگاه بکنید، مسئله انترناسیونال پرولتری، کمون در واقع انترناسیونال بود و برای حق رأی خارجیان هنوز که هنوز در خیلی از هنوز بعد 150 سال در خیلی از همین کشورها، حالا کشور خود ما که واویلاست که به افغانا حتی شناسام هم نمیدن بعد از 150 سال. کمون 150 سال قبل حق رأی خارجیان به رسمیت شناخت. زمانی که خارجی‌ها رأی می‌بردن میتونستن برن مثل وزیر کار دولت کمون که لهستانی بود یا دیگرون، بسیاری از اینا رأی می‌بردن، حق رأی داشتن، شهروند بودن. چرا؟ چون کمون نظرش بر این بود که کشور صرفاً محدوده جغرافیایی نیست، به کشور معنی واقعی داده بود، معنی واقعی انسانی داده بود. اگه اجازه بدید پیامی هست، این پیام کومناردا برای 150 سال قبل در رابطه با همین مسئله کشور که حالا ببینید چقدر در
این فاصله ما چجوری میتونیم اینو به اصطلاح ببینیم؟ قبل از اینکه شما به این قضیه بپردازید، جالبش اینه که این برنامه هایی که مثل یک واقعا یک دولت سوسیالیستی پیشرو در واقع میگه که تا حد زیادی بخشش کرایه خانه ها برای کل زمان معاصره، زمانی که بسیاری از این صاحب خونه ها در واقع خونه ها را قیمت کرایه خونه ها رو افزایش داده بودن، الغای شبکاری در سطح نانوایی پاریس، الغای حکم اعدام و سوزاندن گیوتین ها، در نظر گرفتن حقوق برای همسران اعضای گارد ملی که در طول نبرد کشته شده بودند و فرزندان احتمالی آنان، بازگرداندن مجانی همه ابزار کار کارگران از انبارهای وثیقه گذاری شده دولت. این وسایل در طول دوران محاصره و جنگ به زور از کارگران گرفته و به انبارها فرستاده شده بود. به تعویق انداختن مهلت بازپرداخت همه وام ها و قرض ها و الغای سود مضاف بر آنها. و جالبش اینه که نظام وظیفه رو ملغا میکنه و ارتش دائمی رو با گارد ملی که از هر شهروندی که توان هم سلاح داشت رو تشکیل میده رو عوض میکنه و میاد طبق قانون کلیسا از دولت جدا میشه، تمام دارایی های کلیسا به دولت بخشیده میشه، مذهب از مدارس حذف میشه، کلیسا ها فقط در صورتی مجاز به ادامه فعالیت مذهبی خود بودن که اعضا درهای آنها به روی جلسه های سیاسی باز باشد. این کلیسا ها را عملا به مراکز سیاسی کمون تبدیل کرد. بقیه قانون های مصوبه مربوط به اصلاحات تحصیلی که تحصیلات عالی و آموزش فنون کار رو برای همه و به صورت رایگان تامین میکرد و میگه با همه اینا این مجموعه دیگری از در واقع به قول شما همسانسازی حقوق ها، در واقع پاک کردن شهر توسط همه شهروندان، مسئله در واقع یک زندگی جمعی انسانی رو برای همه به شکل برابر و یکسان فراهم کرد. و شما گفتید 150 سال از کمون گذشت و اونها در این حال که فقط به یک محدودی جغرافیایی محدود نبودن، پیامی برای جهان داشتن. پیامشون برای مردم جهان چه بود؟ من همطور که عرض کردم، مهمترین چیزی که اشاره کردم بهش مسئله حق رأی خارجیان بود و انترناسیونال بودن، اینا رو از همین نشون میداد. گفتم در دولت کمون همطور که عرض کردم از رهبران کمون غیر از فرانسوی چندین نفر از غیر فرانسوی بودن، از وزیر کارشون غیر زالکی. پیامی که هر اینه من الان براتون با اجازت میخونم. پیام کمونارهای پاریس بعد از 150 سال. پیغام کمونارهای پاریس به مردم سراسر جهان: کشور واژه ایست اشتباه و غیر علمی، اما انسانیت واژه ایست درست و واقعی. اسامی کشورها واژگانی هستند نظیر بتان و خدایان که توسط روحانیون و پادشاهان ساخته شدند تا انسانها را در محدوده معینی محصور و در جهت منافع شخصی خود به کار گیرند. این که ما به طور تصادفی در اینجا یا آنجا متولد شده ایم، ملیت ما را ساخته و از ما دوست و دشمن می سازد. یا این اسامی کشورها را به واژگانی تو خالی و بی ارزش تبدیل کنیم. کشور ما جایی است که در آنجا آزادی، برابری و رفاه برقرار باشد. کارگران و مردم جهان، خورشید در حال طلوع است و به نابینایی ها پایان خواهد بخشید. سرنگون باد مستبدین و جلادان، مرده باد فرانسه، زنده باد بشریت. بر اساس این پیام هست که همیشه تاکید میشه روی مسئله انترناسیونال، و بی خود نبود که سرود انترناسیونال از درون کمون، از رهبران کمون، همون درست در اوج به اصطلاح سرکوب کمون ساخته شد و هنوز که هنوز زنده است و به تمامی زبانهای جهان ترجمه شده. درود بر شما. این چیز بسیار، یعنی
قشنگی بود، یعنی خصوصا برای موقعی که ما شاهد یک دولتی هستیم که دولت رو در واقع بدون یک ارتش منظم سرکوبگر و کلیسایی که کلیسا و دستگاه مذهبی که کل جامعه رو در واقع کنترل میکنه، بدون و جامعه‌ای که بر پایه انسانیت و آزادی و برابری خودش رو در واقع سامان میده، خودمختاری توی همه محلات و سازمانهای اجتماعیش وجود داره و اداره جامعه توسط خود مردم، بیش از هر چیز نشون میده که اگر این حالت در واقع هست، اگر انسانیت مبنای مشترک همزیستی انسانی باشه، چقدر راحت‌تر میشه یک زندگی اجتماعی و جمعی رو چه در واقع سازمان داد. بی سبب نبود خود این ایده که دولت در پایه آزادی و برابری و انسانیت شکل بگیره، چطور در واقع مورد تهاجم جنایتکاران و طبقه حاکم قرار میگیره، و بی سبب نبود که اون حمله وحشیانه در واقع ارچپروس و جنایتکارانی که در آن زمان بودن، با چه وحشیگری اون در واقع دیوار کمون و کشتگان هزاران کشته کمون را سازمان دادن. بی سبب نبود اون همه خشم علیه کمون، و ما این خشم رو در زندگی های واقعی خودمون دیدیم. خشونت وحشتناکی که علیه کمونیست ها، جریانات ترقی خواه، جریاناتی که از اون انقلاب 1357 و تغییرات برای آزادی، برابری، رفاه، انسانیت، آن چیزی میخواست گل رو بر گلوله پیروز بکنه سامان دادیم. اونجایی که میخواست در واقع سایه خدا رو فراری داد با خورشید انقلابش، ولی متاسفانه به واسطه توطئه ها، به واسطه سازمان دادن روحانیت و پیوندش با بازار و در واقع طبقه حاکم پیشین، تونست این خونریزی بزرگ دهه خونین 60 رو برای ما به ارمغان بیاره، و ما دقیقا همون سرنوشت کمونارت ها رو برای خودمون در واقع دیدیم. هم کشتگانی که در خاوران ها و خاوران های ایران بودن، همون زندانیانی که ده ها هزار و صد ها هزار زندانی که توی چهاردهه در واقع پدید آمد، و هم لشکر بزرگی از تبعیدیان که همچنان بسیارانی با ایده های کمون، ایده های آزادی، برابری و انسانیت زندگی کردن، موندن، و اون تکرار کمون رو بار دیگر در مقابل ما قرار میده که همچنان باید به قول شما برای یک انترناسیونالیست، انترناسیونال انسانی، برای یک انترناسیونال کارگری و آزادی و برابری جنگی. همینطور که اشاره کردین، سرمایه در هر کجا وقتی که مورد تهدید قرار میگیره از طرف نیروهای کار زحمت، یعنی در واقع وقتی که خلع سلاح کنندگان خلع سلاح میشن، وحشیگری خودشون رو در اون وقتا نشون میدن. همینطور که اشاره کردی، در خود روز 28 ماه می در پاریس، در پای دیوار کمون، در یک روز 147 نفر همینطور که اشاره خمینی وار رو به گلوله بستن. یعنی درست همین بسیار کاری که ارتش فرانسه علیه کمون کرد در اون زمان کرد. کمون شکست خورد. کشته ها به قول معروف از کشته ها پشته ساخته شده بود. اما به قول ویکتور هوگو، جسد ها بر خاک و ایده ها بر جا. درود بر تو ابراهیم آبخ عزیز برای این گزارش درخشان از کمون پاریس در 150 سالگردان، و شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری که به این گفتگو توجه Let's go.
Tu veux te chiner là ?